بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و اومن به و اتوکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفدا و اللعنتو على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره. در جلسات گذشته به طور اختصار عرض کردیم که یکی از تحریف هایی که در باب حادثه عاشورا انجام گرفته این هست که این حادثه عظیم کوچک جلوه داده شده و اهداف بلند این حادثه و دستاوردهای عظیم این عبادت عظیم تاریخی سید الشهدا علیه السلام تبیین نشده و گاهی ابعاد مختلف این حادثه مورد دقت قرار نگرفته، و برای اینکه بتوانیم ما این حادثه رو به خوبی تحلیل کنیم یکی از زمینه‌های لازمی که باید مورد دقت قرار بگیره بحث تاریخ اجتماعی زندگی بشر و تحولاتی است که در این تاریخ اجتماعی زندگی بشر اتفاق افتاده و عواملی که در این تحولات اثرگذار بودن، هدفی که بر این حیات اجتماعی بشر حاکم هست، تا بتونیم اجمالاً نقش این حادثه رو در تاریخ اجتماعی بشر توضیح بدیم. البته باز عنایت دارید این هم کافی نیست. اگر ما همه این مقدمات رو طی کردیم و بعد تونستیم بگیم جایگاه حادثه عاشورا در تکامل اجتماعی بشر چیست، چه اثری تو رشد اخلاق و معنویت و به طور کلی تکامل جامعه انسانی داشته، این کافی نیست، بلکه باز باید ابعاد تکوین رو مورد دقت قرار بدیم تا ببینیم جایگاه عاشورا در نظام تکوین چیست. چون میدونید عاشورا همینطوری که بر تاریخ اجتماعی تأثیر داشته، بر عوالم بالا و ملکوت هم تأثیر داشته. در ادله میبینید در روایاتی که از معصومین آمده آثار عاشورا رو گاهی بر عالم ملائکه توضیح میده که ملائکه مثلا فوج فوج برای نصرت حضرت آمدند و بعدم منتظر ظهورن تا کارو تمام کنن. ملائکه به گونه ای در حرم سید الشهدا علیه السلام رفت و آمد میکنن که مهبت الملائکه است. ملائکه بر از گریه بر در مجلس عزای سید الشهدا حضور پیدا میکنن و گریه میکنن و هم بیش از ما حضور پیدا میکنن و هم بیش از ما گریه میکنن و عزاداری میکنن. ملائکه شبهای جمعه چنین و چنان میان برای زیارت، میان به پیشواز و استقبال زائرین حضرت، زائرین حضرت رو بدرقه میکنن. اینها تأثیر عالم فعل حضرت در عالم ملائکه است و در بالاتر از اون عالم و همچنین در عالم حیوانات و نباتات و جمادات و جن و همه و همه، که در روایات با تعابیر مختلفی این معنا بیان شده. در زیارات حضرت سید الشهدا ارواحنا فدا روایاتی که آمده این نکات مورد دقت قرار گرفته. حالا اگر بخوایم جایگاه عاشورا رو در نظام خلقت و تأثیری که در حرکت کلی نظام هستی به طرف خدای متعال داشته و نقش فعل و عبادت سید الشهدا رو و شفاعت حضرت رو در تقرب کل عالم بحث بکنیم، اون سخن پردامنه دیگری است.
و باز اگر بخواهیم آثار و دستاوردهای حادثه عاشورا رو نسبت به عالم انسانی در بعد از عالم دنیا بررسی کنیم، اون هم باز روایات دیگه ای داره و این بحث دیگری است که بعد از عالم دنیا تازه عالم برزخ است و بعدم عالم قیامت و بهشت. و در همه این مواقف امام حسین علیه السلام یک آثار بسیار نورانی دارن و فوق العاده برجسته که در منابعی که اهل بیت هم فرمودن فقط میشه پیدا کنیم. افق فهم دیگران از این که او رو بخواد بیان بکنه کوتاهه و بیان هم شده در کلمات نورانی معصومه. پس بنابراین برفرض که حالا ما این بحث رو پیش ببریم و آثار عاشورا رو در حیات اجتماعی بشر و تکامل اجتماعی بشر در دار دنیا تبیین بکنیم، بحث‌های بسیار پردامنه دیگه‌ای در باره حادثه عاشورا هست، افق‌های دیگری است که اون افق‌ها هنوز مورد بحث و بررسی و دقت قرار نگرفتن. در باب تأثیر عاشورا بر تاریخ اجتماعی زندگی بشر مقدماتی عرض شد. عرض کردیم که تاریخ اجتماعی زندگی بشر از هبوط جناب آدم خلیفه الهی با اسماء الهی و همراه حمایت عالم ملکوت شروع میشه و برای او هدا و هدایتی نازل میشه که مدار سعادت انسان هست. و بعد همین تاریخ اجتماعی بشر به عصر ظهور و رجعت منتهی میشه که در عصر ظهور اون چه ظهور پیدا میکند دین الهی، خلافت الهی، ولایت حق و ولایت خدای متعال نسبت به جامعه مؤمنین هست و آثار این ظهور ولایت، عدالت، امنیت و سایر آثار اجتماعی است که در روایات توضیح داده شده. این یک نکته بود عرض کردیم و عرض هم کردیم که این حرکت رو به کمال هست. معنا و معیار تکامل هم تکامل در ظهور خلافت هست. اون چه تکامل به او تفسیر میشه گسترش رفاه و امنیت و امثال اینها نیست، تکامل به ظهور خلافت تعریف میشه. هرچه خلافت الهی، ولایت حق، دین الهی ظهور کاملتری در عالم انسانی پیدا کنه، عالم به کمال نزدیکتر شده. ولذا عرض کردیم مراحل اصلی این کمال هم با بعثت انبیای الهی و ظهور خلفای الهی در عالم شکل میگیره. ولذا از انبیا شروع میشه، به انبیای اولوالعزم میرسه، به ظهور وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. منتهی میشه و ظهور کتب آسمانی منتهی به قرآن میشه تا میرسد به عصر ائمه هدات معصومین و عصر خاتم الاوصیا که آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری، وارث همه انبیا و اوصیاست. وقتی ظهور میکند تکیه به کعبه میدهد، میفرماید هر کی میخواد آدم رو ببیند بیاد من رو ببینه. نوح رو، موسی و عیسی و ابراهیم خلیل و وجود مقدس رسول الله و امیر المؤمنین رو یکی یک نام میبرن. هر که میخواد انبیا و اوصیایشون رو ببینه بیاد من رو ببینه. همه اون چه در محضر اونها بوده در محضر وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا هست. این انسان معزون به اظهار امر الهی میشه. کسی که صاحب الامر هست به اذن الله تبارک و تعالی اون امر الهی رو، کلمه حق رو در عالم اظهار میکنه. این میشه عصر ظهور و مراحل سیر عالم که اجمالاً اشاره شد. عوامل اثرگذار بر این کمال تاریخی رو هم اشاره کردیم که از یک طرف بعد از در طول ربوبیت الهی در جبهه حق اراده معصومین، بعد انبیا و اوصیاشون، بعدم جامعه مؤمنین هست و بعدم همه امکاناتی که در اختیار اونها قرار میگیره به تبع اراده های انسانی در پیشرفت تاریخ سهمی دارن و نقش ایفا میکنن. و در جبهه مقابلش هم شیطان و ابلیس و شیاطین انس و جن و امتی که دور اونها جمع میشن، با اونها هم مقصد میشن و همراه و هم هدف. و منتها این نکته رو اشاره کردیم که امت کفر و جامعه کفر تاریخی یک خط موازی در کنار جامعه انبیا نیست، بلکه ولایت نبی اکرم ولایتی است که و سرپرستی نبی اکرم سرپرستی است که مهیمن بر جامعه شیطان هم هست و اوست که در نهایت نسبت بین جبهه حق و باطل رو در پیشرفت و کمال تاریخ معین میکنه. اینا که عرض میکنم همه تو تحلیل عاشورا دخالت دارن دیگه، یعنی عاشورا
اون نقطه ایست که حضرت نسبت بین جامعه انسانی و شیطان رو درش تعریف میکنه و شیطان رو در و کل دستگاه شیطان رو در محاصره تصرف تاریخی خودش حضرت قرار میده. خب اینها و بعض نکات دیگر مقدماتی بود که اشاره کردیم و در پایان هم عرض کردیم که با این نگاه حادثه عاشورا یک انقلاب اجتماعی برای تغییر ساختار قدرت و رسیدن به حکومت کوتاه مدت نیست، بلکه یک حرکت عظیم تاریخی است که خط مشی اصلی سید الشهدا علیه السلام در این حرکت تاریخیشون ایجاد تکامل در تاریخ، ایجاد تکامل در ارزش‌های حاکم بر زندگی بشره، حاکم کردن اون ارزش‌های الهی بر کل جامعه جهانی است. و این حرکت و تصرف هم یک حرکتی است، یک همه جانبه، همه حوزه‌های زندگی بشر بناس تحت تصرف عاشورا قرار بگیره و این نور چراغ هدایت الهی و مصباح هدایتی که در عاشورا ظهور کرده و جلوه کرده، این چراغ هدایت بناس همه زوایای زندگی انسان رو روشن بکنه، نه فقط مربوط به یک حوزه معنویت اونم در یک دایره محدود بشه، همه زندگی بشر باید بشه شعاع عاشورا، باید بشه عبادت، یعنی سایه سجده سید الشهدا در قتلگاه باید به همه حیات اجتماعی بشر بیفته، آهنگ همه زندگی بشر باید بشه آهنگ عبادت سید الشهدا در روز عاشورا. پس دامنه این تصرف یک دامنه وسیعه. همون چیزی که دشمن میگه، دشمن میگه شما باید به یک توسعه همه جانبه برسید، در یک شکل وسیع‌تر و در یک مقیاس کامل‌ترش سید الشهدا ارواح نافدا دنبال تکامل اجتماعی بشر و حاکمیت ارزش‌ها بر همه زندگی بشر هستند. دنبال این نیستن که ساختار و قدرت رو در یک مقطعی درش دست ببرن، مثلا به جای بنی امیه قدرت رو به دست بگیرن، این نیست. حاکمیت ارزش‌ها بر طول تاریخی که باید همه زوایای زندگی بشر رو در بر بگیره. و دوم اینکه این تحول علاوه بر فراگیریش باید یک تحول بسیار عمیق باشه، یعنی از عمیق‌ترین لایه‌های زندگی بشر و حیات بشر و اراده بشر، از اعماق فطرت بشر تحت تأثیر باید قرار بگیره، نه اینکه لایه‌های روحی زندگی بشر تحت تصرف حضرت باشه و لایه‌های باطنی تر دست شیطان. اون کسی که عمیق‌ترین لایه‌های حیات اجتماعی بشر رو موضوع تصرف خودش قرار میده، او حکومتش ماندگارتره. لذا شیطان گرچه متصرفه، گرچه خدای متعال او رو امداد میکنه، بعدم به یک حکومتی میرسه که بعد ما ملعت ظلمن و جورا، جهان رو مالامال از جور و تاریکی و ظلم میکنه، ولی دستش به اون اعماق لایه‌های باطنی فطرت موحدین هیچ وقت نمیرسه، اونجا محدوده تصرف اون نیست. ولذا وجود مقدس سید الشهدا از اون پایگاه تصرف میکنن و بعد میبینید همه تاریخ رو به نفع خودشون تغییر میدن. پس بنابراین یک تصرف همه جانبه عمیق و تاریخی برای حاکمیت همه ارزش‌های الهی بر تمام زندگی بشر هست، یعنی حاکمیت تمامیت دین الهی، تمامیت ولایت حقه و اینکه همه عالم با نور ولایت امیرالمؤمنین زندگی بکنن، نورانی بشن به نور توحید. این اون چیزیست که حضرت دنبال میکنن و برای این هدف هم طبیعتاً یک جنگ تمام عیاری رو شکل دادن که اشاره کردیم این دو خط حق و باطل یک جریان درگیر در طول تاریخ بودن. درگیریشون هم یک درگیری پایان پذیر نیست، اینطور نیست که تا باطل هست یه روزی با هم کنار بیاییم. یعنی عنایت بکنید این که حق و باطل با هم سر میز گفتگو بشینن و با هم تفاهم کنن بر سر تقسیم منافع دنیا، این شدنی نیست. بله، دو تا دستگاه باطل، جریان تمدن مادی با هم به مصالحه میرسن، سر دنیای خودشون با هم صلح میکنن، اما جریان حق سر چی با دنیا با باطل صلح بکنن؟ سر منافع مادی؟ یعنی با مذاکره و گفتگو و قرارداد اجتماعی چی رو با هم تقسیم کنن؟ دنیا رو با هم تقسیم کنن؟ یعنی سید الشهدا رضایت بدهد که بخشی از عالم انسانی و نظام اجتماعی بشر تحت تصرف بنی امیه باشه، این شدنی؟
میگه بیایید با هم تقسیم کنیم، این در جامعه، این قسمت جامعه انسانی مال تو، اون قسمت مال من. لذا عنایت کنید اصلا این جنگ، جنگ به پایان رسیدن از طریق مذاکره و صلح نیست. این معناش نیست که جبهه حق اتمام حجت نمی کنه، حرف خودش رو نمی زنه، اجازه نمی ده جبهه باطل سخن بگه و حرف خودش رو بزنه. نه، اصلا معناش این نیست. ولی بعد از همه این اتمام حجت ها، مثل امروز تو عاشورا، حضرت نه شروع به جنگ کردن و نه جنگشون خالی از اتمام حجت بود. تمام اتمام حجت ها رو شما امروز میبینید حضرت فرمودن، اما پایانش همین درگیریه، چون نه حضرت کوتاه میان و نه ابلیس. ابلیس اگر میخواست کوتاه بیاد، مقابل خدا کوتاه میامد. بی تردید و مستمر در تاریخ هست و البته بر اساس معارفی که همه انبیا فرمودن، به غلبه جبهه حق هم ختم میشه. یعنی ولایت نبی اکرم ولایت غالب در تاریخ اجتماعی است، نه ولایت شیطان، نه ولایت ائمه جو. اونها یه دولت کوتاه مدتی دارن، ولی این دولت از دست اونها گرفته میشه و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. بنابراین بی تردید پایان راه پیروزی حقه. این درگیری تمام عیار همه جانبه نقطه کانونی بود که خدای متعال همه انبیا رو آماده می‌کرده برای این روز و همه اونها رو مهیا کرده و بعد از اونم خود نبی اکرم هم امت اسلامی رو آماده می‌کردن برای این روز و بعدن ائمه هدات معصومین، همشون این چراغ هدایت رو در دست گرفتن و با این چراغ هدایت تاریخ روشن کردن. عاشوراست. عاشورا نقطه کانونی ستیز حق و باطل. لذا با این نگاه، این جریان جریانی است که میخواد تاریخ رو تغییر بده. درش خشونت محور نیست، مقاومت هست، استقامت هست، حماسه هست، ولی توأم با اخلاق، مظلومیت. لذا این دو جبهه تو عاشورا هست. همه مظاهر اخلاق حمیده در عاشورا در جبهه سیدالشهدا ظهور کرده، تجلی پیدا کرده و در این حال استقامت و مقاومت و ظلم ستیزی هم هست. لذا من عرض بکنم اگر ما بخوایم عاشورا رو تبلیغ بکنیم، اگر بیایم فقط رو جنبه عاطفیش دست بذاریم و تحریک عاطفه بکنیم، این کافی نیست. حتما باید در کنار تحریک عاطفه اون جلوه های حماسی عاشورا هم در روح تشیع دمیده بشه، تا هم لطافت روحی و اخلاق حمیده و محبت رشد کنه و شکوفا بشه و هم استقامت و مقاومت و پیشبرد هدف حق. همه اینها جزء مقاصد حضرتن، ولی با یک معنای دیگری. حضرت دنبال امر به معروف هستن، ولی همینطوری که عرض کردم، المعروف هو المعروف و فی السماء و الارض امیر المؤمنه. امام صادق اینجوری فهمید، حضرت دنبال اقامه همه معروفن، یعنی میخوان ولایت حق در عالم حاکم بشه، نه فقط به دنبال شاخ و برگ معروفن. حضرت به دنبال نهی از منکرند، ولی منکر چیست؟ فرمود المنکر اللذان ظلماه و ابتزاه و حقه و حمل الناس علی کتفه. منکر برمیگرده به اونایی که محور منکر تو عالمن. اینو مکرر دیده اید، شنیده اید، در روایات معصومین آمده. فرمودن نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله. عمل کافر بده ولی نیتش بدتره. نیت یعنی شاکله، خود کافر از عملش بدتره. لذا منکر حقیقی اونایی هستن که محور اقامه منکر تو تاریخن. حضرت با ولایت اونا درگیرن، اگر اونها نباشن بساط منکر جمع میشه. اونا هستن که منکر رو بسط میدن. شما ببینید یک جوان شیعه مؤمن که از عمق وجودش معتقد به سیدالشهدا است و هرگز دلش نمیخواد تخلف از مدار محبت سیدالشهدا بکنه، خب از اون طرف دنیا بساط باطل ببینید چه شیطنتی درست کرده برای تحریک او به دنیا. حالا این جوان تحریک میشه، میلغزه، بعد هم که لغزید در همون زمان لغزش خودش از عمق وجود خودش با عمل خودش مخالفه. معنی شیعه همینه دیگه، شیعه حتی اگر عمل بعد از خودش صادر بشه با عمل خودش مخالفه، چون عمل بعد مال دستگاه معصوم نیست. روایات مکرری است دیگه، به موسی بن جعفر ارواح و نافدا عرض کرد بعضی شیعیان شما گناهانی میکنن زشت،
تبری ازشون به جوی فرمود از خودشون نبری از عملشون، چرا عمل مال ما نیست، خودشون مال ما هست. فرمودن بگیم فاسقن، فرمودن عملشون نه خودشون، خودشون طیبن عملشون فسقه. لذا شیعه اینجوریست، هیچ وقت عمل بعد از عمق وجودش سر نمیزنه. ولی خب اگر بساط شیطان مسیر درست کرد که لغزشی برای مؤمن ایجاد کرد، از شما سوال میکنم منکر حقیقی این مؤمن یا اوست؟ دستگاه باطلی، این طیبه، این پاکه، این که منکر نیست، بله عملش منکره، عملش فسقه. اینم فسقش به خاطر اینکه تو این عمل از مدار امیرالمؤمنین با وسوسه خارج شد. لذا عنایت کنید منکری رو که سید الشهدا با اون میجنگند، با منکر میجنگند، ولی کدام منکر؟ منکر چیست؟ منکر همین فروع، بله این فروع منکرن. زرو ظاهر الاسم و باطنه، اینا ظاهر گناهن، مؤمن به ظاهر گناه هم نباید آلوده بشه، ولی باطن گناه چیست؟ فرمود باطنش ولایت ائمه جوره در قرآن، ولایت اونا و خود اونا باطل اصلی هن. نحنو اصل کل خیر امن فروهنا کل خیر، عدونا اصل کل شر امن فروهم کل شر. لذا حضرت دنبال عمل به معروف و نهی از منکرم خیلی روشن، اما کدام معروف کدام منکر؟ الان از شما سوال میکنم، اینها منکرن، اینا مظاهر منکرن، تردید در این نیست. ما نباید حساسیت اجتماعی رو نسبت به مظاهر منکر پایین بیاریم. اینکه یک جوان مسلمانی خودش هم دلش نمیخواد، شیطان وسوسه میکنه، پوشش ظاهریش متناسب با ارزش‌های اسلامی نیست، متناسب با عاشورا نیست، این منکره. ولی منکر اینه یا اون کسی که اصل بیدینی رو در عالم اقامه میکنه، میگه اصلا اینا جزو اسلام نیست، جزء دین نیست، یه قدم اون طرفتر میگه اصلا دین افیون ملت هاست، کدام یکی منکره؟ اون کسی که میخواد همه ارزش ها رو بر محور ارزش های مادی تغییر بده به طوری که عفاف و حجاب و عفت بشه یک عاطفه نابالغ که دوره تاریخیش گذشته، متناسب با رشد تکنولوژی نیست، این کسی که میخواد ارزش ها رو متناسب با رشد تکنولوژی مادی تغییر بده، او منکر داره انجام میده یا این جوان مسلمان مؤمن دلبسته به عاشورایی که روز عاشورا همه وجودش نورانی میشه، ولی خب این شیطنت و فریب و عقلانیت مادی او رو هم به غفلت میاندازه، ظواهر پوشش اسلامی رو اونجوری که خدا گفته، اونجوری که امام حسین میخواد رعایت نمیکنه، کدام منکره؟ اینم مظاهر منکره، ولی منکر اصلی کجاست؟ شما باید با دستگاه هالیوود بجنگید، با فلسفه هنر غرب بجنگید، با دستگاه هنر مادی غرب بجنگی، یا این جوانی که ناخواسته تحت تأثیر او قرار میگیره، بی تردید اینم نباید باشه ها، ما نباید حساسیت اجتماعی رو نسبت به مظاهر منکر کم کنیم، ولی از اون طرف هم اگر شما حساسیت رو نسبت به مظاهر منکر به حدی بالا بردید که جای حساسیت نسبت به منکر اصلی رو گرفت، میدونید نهی از منکرتون یه قیافه کاریکاتوری پیدا میکنه، مغزش میشه کشمش، نمیدونم بینیش میشه به اندازه همه هیکلش، که نمیشه که. منکر حقیقی دستگاه باطل. الان منکر حقیقی کجاست؟ این که امام میفرمودن آمریکا شیطان بزرگه، شوخی میکردن. کیه بساط منکر رو تو عالم اقامه کرده؟ کیه میگه نباید اسلام باشد؟ کیه میگه اسلام رو باید تبدیل به یک خرد فرهنگ کرد؟ اونم اسلام غیر انقلابی، نه اسلام امام حسین. این کیه؟ این کیه که میخواد مفهوم اسلام امام حسین رو منحل کنه در اسلام غیر انقلابی صوفیانه اسلام امریکایی، حالا این بهترین تعبیرشه، قرائت‌های باطل اسلام رو جهانی بکنه، بعدم اون رو تبدیل کنه به خرده فرهنگ و اصلا جنگ جهانی برای این رو انداخته، میگه جنگ صلیبی ها. از شما سوال میکنم منکر اوست یا منکر این جوانی که تحت تأثیر فرهنگ اونا، افکار اونا؟ منکر اوست. نمیگم با مظاهر منکر درگیر نشیم، ولی بدانیم که درگیری با منکر درگیری اصلیش اونجاست. هنر امام در نهی از منکرش این بود که دست رو منکر اصلی میگذاشت، منکرهای دیگه به خودی خود آرام آرام حل میشدن. تفاوت امام با بعضی دیگه این بود، با مظاهر منکر در سطوح مختلف میجنگ که باید درگیر شد، نمیگم نباید درگیر شد، مؤمن دروغ هم نباید بگه، نگاه باطل هم نباید بکنه، ولی بدترین منکر بد اینه که دل انسان از منکرهای حقیقی خوشش بیاد، از تمدن مادی لذت ببره، این منکره.
لذا سید الشهدا علیه السلام با منکر می جنگید، اما با کدام منکر؟ با کل دستگاه سقیفه می جنگید، با کل تمدن مبتنی بر انسانی که از سقیفه ناشی شد می جنگید. معنی حمل الناس علی کتفه یعنی این، یعنی به جای اینکه مردم رو به عبودیت دعوت کنن که اگر به عبادت دعوت کردی رو به خلیفت الله میارن، رو به عبد مطلق الهی میارن، رو به امیرالمؤمنین میارن. عبادت رو که جز با امیرالمؤمنین نمیشه رهبری کرد، شیطنت و ابلیس هم رهبری میکنه. به جای اینکه مردم رو به عبودیت دعوت کنن به خود دعوت کردن، گفتن خودتون تصمیم بگیرید. مردم رأی دادن، اجماع کردن، این سند حجیت و حکومت اوناست دیگه. این همون دموکراسی مادی نیست؟ حضرت با این میجنگن که شما به شما به جای اینکه انسانها رو دعوت به توحید کنید و به مدار خلیفت الله برگردونید که مدار توحید در عالمه، اونا رو دعوت کنید به خود و نفسانیت، بعد که بر مدار نفسانیت قرار گرفتن شما برشون حکومت کنید، سلطه پیدا کنید. ابلیس کارش همینه دیگه. منکر کجاست؟ حضرت با چی میجنگن؟ اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر. بله حضرت برای اصلاح قیام میکنند، اما اصلاح یعنی چی؟ یعنی یک خانه ای که از پای بس ویرانه است شما تو رنگامیزیش بیاید بحث بکنی، تو ظریفکاری او بیاید بحث بکنید؟ خانه از پای بس ویرانه است. تمدنی که بشر رو دعوت به دنیا پرستی میکنه باید از اساس تبدیل بشود به تمدن الهی. اصلاح یعنی این، یعنی از عمق جامعه بشری بشر توحید رو بخواد و بخواد همه زندگیش با تمام پیچیدگی هایی که آرام آرام پیدا میکنه و به طرف گسترش عبادت حرکت میکنه، بر محور سجده در مقابل خدای متعال شکل بگیره. این یعنی اصلاح. ولی یک تمدن مادی که بشر رو که به گسترش لذت جویی و دنیا پرستی دعوت میکند و مدار لذت رو مادی تعریف میکنه، شما این تمدن رو بیاید حالا تو شاخ و برگش اصلاحاتی انجام بدید، این که اصلاح نیست. بله ممکنه شما در یک مقطع تاریخی خاص بیاید تمدن مادی رو آرام آرام تغییراتی درش بدید، ولی اصلاح اساسی این نیست. اون اقدام اساسی که کانون اصلاحات اجتماعی تاریخ بشر هست، اون اقدام معطوف به اون اصلاح اصلی است. هدایتی رو در عالم ظاهر می کند، حقیقتی رو از عالم قدس و عالم الهی می گیرد و به عالم بشر می دهد که اون حقیقت همه اعماق زندگی او رو دستخوش دگرگونی و تحول می کنه، جامعه الهی می سازه، حاکمیت خدا رو. بله حتما قدرت، قدرت سیاسی، نه فقط سیاسی، قدرت فرهنگی، قدرت اقتصادی باید بر مدار معصوم در عالم بچرخه. خدا اونها را برای این مقام آفریده. لعن الله امتا ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. اونها این ائمه هدات معصومین رو از اون مراتبی که خدای متعال اونها رو در اون مرتبه قرار داده میخوان در حوزه اراده اجتماعی بشر فرو بکشن. و سید الشهدا میخواد جایگاه اصلی این خلافت رو در حوزه اراده اجتماعی بشر درست بکنه. و این وقتی می شود که ارواح انسانها متوجه حقیقت بشه و بار حقیقت رو به دوش بکشه و این زمان تاریخی خودش رو می بره. حضرت دنبال دولت مستعجل نیستن، پس حضرت دنبال حکومت هم هستن. اما کدام حکومت؟ حکومتی که تو عصر ظهور درست میشه، تو عصر رجعت ادامه پیدا میکنه. لذا در اون روایت نورانی که در کافی است فرمود همه ائمه هدات معصومین نامه سر به مهر دارن، باز میکنن، عمل میکنن. سید الشهدا وقتی نامه رو باز کردن دو قسمت مأموریت داشتن، یک مأموریت رو تو عاشورا انجام دادن، قسمت دوم مأموریت که در همون دستور الهی است در رجعت تمام میشه. حضرت دنبال حکومتن، اما این حکومت ازا در کثیری از روایات داره اول امامی که رجعت میکنن سید الشهدا است. حضرت قتیل الابر است. گاهی گفته میشه آقا نگید امام حسین رفت کشته شد که ما گریه کنیم گناهمون پاک بشه. اتفاقا باید گفت این مضمون کلام معصومه. امام حسین به شهادت رسیدن که ما گریه کنیم پاک بشویم. این درست است، درست است، درست است، اما باید معنا بشه. امام حسین قتیل الابر است، کشته عشق هاست.
ولی گریه کشته شد که ما بریم تو دستگاه شیطان شیطنت بکنیم، بعد بیایم یه گناهی بکنیم پاک بشیم دوباره بریم تو دامن شیطان. اینه کدام شیعه این روایاتو اینجوری معنا میکنه؟ ممکنه یه آدم جاهلی گاهی یه حرفی بزنه. من دیدم بعضی گاهی زیادی حساسیت به خرج میدن، میگن آقا نگید گریه امام حسین گناه رو پاک میکنه، تشجیع نکنید جوونا رو به گناه. کدام جوان شیعه ای وقتی بهش میگی اشک بر امام حسین گناه رو پاک میکنه میگه بس من برم گناه کنم؟ این مثل وعده به توبه است. از مهمترین وعده هایی که وقتی نازل شد در روایات داره شیطان به دست و پا افتاد، همه سران لشکر خودش رو جمع کرد گفت یک فکری کنید. گفتن چه فکری؟ چی شده؟ گفت خدای متعال وعده قبول توبه داده. یعنی چی؟ یعنی ما 60 سال کار میکنیم یه طرفی رو یه کسی رو میبریم تا لب دره، خدا دستشو میگیره با یه یا الله برمیگردونه سر نقطه اول. این معنی توبه. شروع کردن کیت کردن چنین میکنیم تحریکشون میکنیم به فلان گناه فلان گناه. خب اینا چاره نیست، اصلا توبه آمده این گناه ها رو پاک بکنه. یه فکر دیگه ای کنید. تنها فکری که شرط کردن جنود شیاطین روایات داره گفتن که ما تصویف در اون ایجاد میکنیم، میگیم دیر نمیشه آقا فردا، این صفت بد از فردا ترک بکن. میخوای پرخوری نکنی از فردا، میخوای خوابتو درست کنی از فردا شب، میخوای نگاهتو درست کنی از بعد از این نگاه. تنها کار ما گفت این چاره توبه است، این فرصت توبه رو ازشون میگیر. ببین توبه تحریک به گناه نیست، ایجاد امیدواری برای آدمهایی است که تو محیط ظلمت شیطان میافتند، ابلیس اونا رو میبره. خب حالا چه کنه؟ خدای متعال میگه نگران نباشید. از چیزهایی که خدای متعال به آدم داد که آدم راضی شد این بود، شیطان رو گفت با تو میکنم تو زمین، بعدم شیطان گفت در مقابل هر فرزند به من بدی دو تا به آدم بده، دو تا گفت در مقابل هر فرزند به آدم دو تا به من بده، خدا قبول کرد. اینا رو عمرشون هم طولانی‌تر لشکر دور مؤمن میشینن، وسوسه به من بده، فرمود مثل خون که در رگ انسان جاریه به تو اجازه وسوسه میده. یکی از وعده های مهمی که به آدم داده که راضی شده گفته تا آخرین قدم یک یا الله بگن همشو پاک میکنن، برگردن قبول میکنن. 60 سال برن یه لحظه برگردن، ولی برگردن ها توبه کنن. پس وعده به توبه تشجیع به گناه نیست. گریه هم همینطوره. چه حرفیه که این روایات تشجیع به گناه میکنه؟ بد نباید معنا بشه. حضرت قتیل الابرن چرا؟ چون عرض کردیم حضرت میخوان وجدان تاریخی بشر رو متحول بکنن، میخوان عاطفه بشر رو بیدار بکنن. عاطفه بشر با یک حادثه عجیبی پیدا میشه که هر انسانی با فطرتش به این حادثه نگاه میکنه احساس میکنه حقیست داره مظلوم واقع میشه. تا حق در کمال مظلومیت ظهور پیدا نکنه وجدانهای بشر بیدار نمیشه، موضع در مقابل شیطان نمیگیره. لذا موضع گیری در مقابل شیطان از بکای بر سید الشهدا شروع میشه. جنگ با باطل، جنگی که امام زمان ارواح نافده را میاندازن که قوقا میکنن وقتی میان، انگیزش از عاشوراست. تا انباره انگیزه شیعه رو پر نکنن از عاشورا که انفجار درست نمیشه، قیام الهی درست نمیشه. بله قیام برای خاک و آب و نجات با گریه بر سید الشهدا درست نمیشه. بنابراین گریه بر سید الشهدا کاری که میکند هم تهذیب نفس میآورد که حالا توضیحش بمونه، هم تهذیب جامعه میاره، هم تهذیب تاریخ میاره. مبدا حاکمیت ارزش ها بر وجدان بشر میشه، ارتقاء وجدان تاریخی میاره، انگیزه های بشر رو اصلاح میکنه. کدام آدمی است تو عاشورا غرق بشه دیگه دنیا رو دوست بداره، به حب دنیا برسه؟ گاهی خدای متعال جوان یک کسی رو ازش گرفته، همه علاقه های دنیایش فرو می‌ریزه. همین آدمی که تا دیروز دل از دنیا بر نمی‌داشت آرزوی مرگ می‌کنه. اگر کسی در عاشورا ذوب شد چشمشو بر نداشت بر اساس هدایت امام زمان ارواح نافده فلاندبنک صباحاً و مساء، صبح و شب گریه کرد، این آدم تردید نکنید جوری بی علاقه به دنیا می شود که همه دنیاش میشه امام حسین. این آدم میتونه در رکاب امام زمان بجنگه برای پیروزی حق، و الا آدمی که دلش درگیر به دنیاه با تو رکاب امام زمان نمیتونه بجنگه.
من عرض کردم اولین قدم در هر راه همراهی اولیاء خدا عبور از دنیاست. کسی که از باطلاق دنیا عبور نکرده نمیتونه کنار سید الشهدا باشه، خونشو بده. آدم رو گریه بر امام حسین از باطلاق دنیا عبور میده، گیر نمیکنه آدم. هر چه بیشتر ذوب تو عاشورا بشه بیشتر برافروخته میشه، مهذب میشه، علاقه های مادی از دلش میره بیرون. این نور قصه امام حسینه. حالا توضیحش بمونه، واقعا ائمه فرمودن یک قطرش یک دریا گناه رو میامرزه، به شرط اینکه گریه باشه دیگه، یعنی از سر محبت سید الشهدا باشه. کسی که محبت سید الشهدا داره علامت کلیش اینه، لاابالی نیست، بی تفاوت نسبت به گناه نیست، ولی گناه میکنه، بله ممکنه بلغزه. دوست امام حسین کی دوست داره گناه کنه؟ ولی ممکن است بلغزه، ممکنه. نادمه، چه کار بکنه که پاک بشه؟ گریه برای امام حسین کن، برگرد به طرف امام حسین دوباره. اینو ما عرض کردیم، حقیقت اخلاق حمیده، حقیقت پاکی و تهذیب برمیگرده به توحید. توحیدم در حب و بغض ظهور پیدا میکنه، در تولی و تبری. عاشورا کانون جوشش تولی حق و تبری از باطله. امام حسین چه کار بکنه که همه قلوب رو محب حق و مبغض باطل بکنه؟ اونم نه مظاهر باطل، به عمیق‌ترین لایه‌های باطل برسونه و بغض رو از عمق قلب انسان متوجه دشمنان بکنه. جز با عاشورا میشه. شما زیارت عاشورا رو بخونید. ما گاهی عرض کردیم مناسک سلوک معنوی با عاشورا تو زیارت عاشورا آمده. زیارت عاشورا چیکار میکنه؟ از توجه به سید الشهدا و عظمت مصیبتش و قربتش و وتر موتور بودنش شروع میکنه تا آدم رو میرسونه به درک عظمت مصیبت، لقد عظمت الرزیه. بعد آدمی که به اینجا رسید آرام آرام بصیرت پیدا میکنه، همه باطل رو میشناسه، میفهمه اینا یه آدم نبودن، کوفیا نبودن، شامیا نبودن، بنی امیه نبودن، عمیق‌تر از این حرف هست. لعن الله و امتن اسست اساس از ظلم بنجام، لعن الله و امتن ازالت کم امرات. بعد از لند به موضع گیری میرسه، یه پارچه براعت میشود، بعد درگیر میشه، میشه حرارت، سلم لمن سالمکم و حربون، یک پارچه آتش میشود، نه محاربون، حربون. این سیر انسان به کجا میرسونه؟ پایان این سیر کجاست؟ بجنگیم برای چی بجنگیم؟ بکشیم برای چی بکشیم؟ لعن کنیم برای چی لعن کنیم؟ پایانش اینجاست، اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. و مماتی ممات محمد و آل محمد. تا بشر گریه نداشته باشه به این مقام نمیرسه. تا شیعه گریه تاریخی نداشته باشه روحش سیقل نمیخوره، جانش سیقل نمیشه، از دنیا دل نمیکنه، نه به محبت ولی خدا میرسه، نه به براءت دشمن میرسه، حب و بغضش تو دنیا میچرخه. عاشوراست که ترازو حب و بغضه، تراز میکنه حب و بغض انسان رو، حب و در مدار خودش قرار میده، بغض و در مدار خودش. آدمی که حب و بغضش الهی شد همه اقداماتش میشه الهی، مگر قیام در رکاب امام زمان جز بر مدار حب و بغضه. من گاهی این تعبیر زیارت جامعه رو که میفهمد فمعکم، معکم رو به ذهنم میاد اینجوری درس پس میدم. دو تا معیت، معیت در حب، معیت در غضب. هم در غضب باید با ولی خدا باشه، اونجایی که شمشیر میکشه شمشیر بکش، بی تفاوت نباش. اونجایی هم که محبت میکنه محبت کن، و الا اگه غضبت از امام حسین فاصله گرفت میشه غضب شیطانی ها، یک بال پروازت خراب میشه. اینه که تو زیارت عاشورا ببینید این دو بال با هم میاد. بعد از در فرازهای پایانی زیارت عاشورا که دیگه اوج بهره‌مندی از عاشوراست، اینه، اللهم انی اتقرب الیک فی هذا الیوم و فی موقفی هذا. مگر مقصد تقرب به خدا نبود؟ عبودیت نبود؟ عبودیت و تقرب چجوری برای انسان و جامعه انسانی درست میشه؟ بل براءت منهم و لعنت علیهم، این یک باره، یعنی غضب من با امام حسین را بره، از عاشورا سرچشمه بگیره. و بل موالات لنبیک و آل نبیک علیهم السلام، محبت نبی و آلش،
مبالات عرض کردم جامع‌تر از محبته. محبت هست، دلدادگی هست، تبعیت، همه اینا درش هست، تبعیت هست. بنابراین عنایت بکنید عاشورا نقطه کانونی تهذیب حب و بغض بشر، تولی و تبری بشره و این هم با گریه درست میشه. لذا امام حسین عرض کردیم جنگ رو یه جوری درست کردن در عین اینکه اوج مقاومت و ستیزه اوج عاطفه است. پرچمدارشون رو میگن برو آب بیار، سر یک مشک آب برای یک خیمه لب تشنه او رو میکشن. خب این جنگ اخلاقی است دیگه. امیرالمؤمنین معاویه اول آمده بودن آب رو بسته بودن در جنگ صفین ظاهرا. حضرت دستور حمله داد آب رو پس کرد. گفتن آقا ما هم محاصره آب کنیم. فرمود ما محاصره آب نمی کنیم، بیان آب بردارم برم. دوباره اونا حمله کردن، باز محاصره، حضرت باز هم اجازه داد. 10 بار دیگه هم دست به دست می شد، اونا محاصره آب می کردن، حضرت محاصره آب نمی کرد. این میشه جنگ اخلاقی. وقت یکی از اصحاب سید الشهدا امروز صحبت کرده، حرف عجیبیه، میگه این دریا داره موج میزنه، حالا بی ادبی نباشد من حرف او رو میگم، یا ابا عبدالله، سگ‌ها ازش می‌خورن، چه کاری شما دارید می‌کنید؟ بچه‌های امام حسین دارن از تشنگی می‌میرن، این میشه جنگ اخلاقی. امام حسین یه همچین جنگی رو انداخته. نمی‌تونست امام حسین شکل جنگ به جور دیگری بکنه؟ خوب می‌تونست. خوب می‌تونست. نمی‌تونست بره کنار آب اردوگاه بزنه؟ می‌تونه. نمی‌تونست حمله کنه اردوگاه آب رو بگیره؟ می‌تونه. کاری نداشت. امام حسین میخواد نشون بده اینو اگه بتوانن میکنن. لذا اصلا اساس جنگ هم اینه که آدمی بتونه بچه شیرخوارش هدف تیر قرار نگیره، بچه شیرخوارش تشنه نباشه، ولی برای اینکه مردم عالم رو بیدار کنه این بچه رو بذاره در اوج تشنگی، بعدم بگه رو دست بگه آبش بدید. این ذلت نیست، این اتمام حجت، این جنگ اخلاقیه. ذلت اینه که وقتی آب ندادن بگه حالا من تسلیم میشم برای اینکه به بچه‌م آب، تسلیم نشده که. این میشه جنگ اخلاقی. این گریه نداره، گریه داره. حضرت نمیخواسته گریه کنن، خب اگه نمیخواست گریه کنن که نقش جنگ رو اینجوری طراحی نمیکرد. یک جنگ شجاعانه دلاورانه ای که همش حماسه باشد درست میکرد، از توش گریه در نمیآمد که. ولی یک جنگ عاطفی رو انداخته که از متنش عاطفه میجوشه. الان مجموعه مهمین سید الشهدا که شکل گرفتن مگر بر مدار گریه شکل نگرفتن؟ اصلش گریه است. بنابراین گریه باید باشه، این عزاداری باید باشه، دائما من دائما باید بست پیدا کنه، اما البته قاعده من در کنارش حماسه هم باید تو روح شیعه دمیده بشه. بله اونایی که نمیفهمیدن یادمه میگفتن آقا چرا میگید گریه کن؟ شمشیر دست شیعه بدید، گریه خشم رو فرو میخواباند. بعد از جنگ عنایت بکنید فرق این دوتا نگاه رو. بعد از جنگ بدر کفار گفتن نذارید، قریش گفتن نذارید زن و بچه‌تون گریه کنن، بذارید خشم بمونه برای جنگ بعدی. ولی بعد جنگ احد حضرت دستور دادن همه مشغول عزاداری هستند، برای حمزه سید الشهدا محور درست کردن که بشونن گریه کنن. این گریه که خشم الهی و فرون میخوابانه که، بلکه خشم الهی با گریه بر سید الشهدا غضب میشه، تحریک میشه. عنایت کنید غضب انسان باید تهذیب بشه، تا غضب تهذیب نشه در اختیار ولی خدا نیست، برای یه چیز دیگه شمشیر میزنه، این که در اختیار ولی خدا نیست. تهذیب غضب با گریه بر سید الشهدا است، کما اینکه تهذیب محبت با گریه بر سید الشهدا. لذا این گریه باید باشه، ولی گریه هم باید به عاطفه تعلم و تأثر ختم بشه، هم به تشدید غضب، هم به موضع‌گیری، هم به حماسه. لذا اگر عاشورا رو ما یه جوری طراحی کنیم که از دلش حماسه شیعی بیرون نیاد، این تحریف عاشورا، یه جوری تفسیرش کنیم که از دلش گریه و اشک و سوز و گداز بیرون نیاد، این تحریف عاشوراست. حضرت هم برای حکومت قیام کردن، هم برای اشک، بلکه حکومت بر دوش اشک سواره. این امواج طوفانی گریه است که حکومت رو تضمین میکنه، غضب الهی رو در جامعه شیعه شکل میده. لذا همه اینا جزو اهداف حضرت. اگر خدای متعال توفیق داد ادامه بحث برای فرصت‌های
آینده‌ای که خدای متعال داره.